فاطمه مشهور به سحرتبر که به واسطه عملهای معتدد زیبایی و گریم‌های هنجارشکن اقدام به جذب فالوئر در حساب اینستاگرام خود می‌کرد، پس از ارسال پیام‌های معتدد مردمی به سامانه دادگستری ارشاد و درخواست پیگیری به دستور دادگستری ارشاد تهران بازداشت شد. از جمله جرایم این چهره هنجارشکن، ترویج خشونت، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات، توهین به حجاب اسلامی و تشویق جوانان به فساد می باشد. سحرتبر می گوید برام عجیب آدم ها، نمی شناسن ما رو، منو نمی شناسن، شماها منو نمی شناسین، شماها فقط یک عکس منو دیدین، جوری میاین راجبم قضاوت میکنید، جوری میاین فوش میدین یک سریاتون. آخه وقتی چیزی ازم نمیدونین چی باعث میشه بیاین اینجوری فوش بدین به من؟ خب واقعا خیلی مسخره است. یه عکسی که اینقدر ساده و معمولی اینقدر مسخره است، اینقدر فوش نباید پشتش باشه. یعنی یه آدمی نیستم که دنبال حاشیه باشم تو این داستان، دنبال این چیزا نیستم. این سبک رو انتخاب کردم چون زندگیمه، چون دوستش دارم. سحرتبر معروف به عروس مرده ایرانی در اینستاگرام چندین هزار فالوئر دارد و به تازگی عکس‌های بی‌شرمانه سحرتبر دختر 199 ساله ایرانی معروف به عروس مرده در فضای مجازی پخش شده است. دختر 199 ساله ایرانی که این روزها نام و تصاویرش در تمامی وبسایت‌های داخلی و خارجی منتشر شده است و به عروس مرده ایرانی مشهور شده. عروس مرده‌ای که وبسایت‌های خارجی بیشتر او را با عنوان زامبی معرفی می‌کنند. سحرتبر اسم فردی است که در اینستاگرام عکس و فیلم‌های ترسناکی از خود در اینترنت منتشر می‌کند. سحرتبر که چهره خود را مانند زامبی‌ها و افراد ترسناک یا کارتون عروس مرده می‌کند، با واکنش کاربران اینستاگرام مواجه شده است. وقتی از سحرتبر پرسیدند تبر آخر اسمت چیست، گفت به خاطر اینکه تبر با کلمه سحر هم قافی است، این اسم رو برای اینستاگرامم گذاشتم. سحرتبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمان زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلا جولی 50 عمل جراحی داشته است، اما او در نهایت شبیه به شخصیت عروس مرده به نظر می‌رسید. سحر به خاطر عکسایش با چشمان آبی کمرنگ، بینی سربالای عجیب غریب، استخوانبندی مخروطی و لبهای درشت دختر زامبی لقب گرفت. رسانه ها او را به خاطر وزن 39 کیلوگرمی و اینکه به دنبال شباهت پیدا کردن به آنجلا جولی است سرزنش می کردن. بعد از جنجال آفرینی با چهره شبهوارش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نمی‌خواهد نسخه دوم آنجلا جولی باشد، بلکه او با آرایش و ابزارهای دیجیتال برای تفریح چهره خود را تغییر می‌دهد. تبر اخیراً عکس‌های طبیعی و دست نخورده خود را منتشر کرد. این عکس‌ها تایید می‌کنند که او دنبال شباهت با عروس مرده نیست، هرچند که او از بعضی جراحی‌های پلاستیکی استفاده کرده است. او سال گذشته در گفتگویی اشاره کرد به شخصیت عروس مرده شباهت‌هایی دارد. با این حال تایید کرد که این شباهت این هدف اصلی او نبوده است. او نمی‌خواهد شخص دیگری به نظر برسد. این چهره اینستاگرامی می‌گوید هر موقع که عکسی منتشر می‌کنم صورتم رو بامزه‌تر می‌کنم. این روش بیان من یک نوع هنر است. سحرتبر یکی از شاخ‌های مشهور اینستاگرام می‌باشد. او بعد از عمل جراحی و تغییرات در آرایش خود را با ظاهری وحشتناک معرفی کرد که همین باعث مشهور شدن سحرتبر شد. سحرتبر قبل از عمل چهره زیبا و معمولی داشت، ولی بعد از عمل تبدیل به چهره وحشتناک مانند عروس مردگان انیمیشنی شد. متاسفانه در جامعه ایرانی عمل جراحی زیبایی در بین خانوم ها بسیار بالا می باشد و آمارهای تکان دهندهی منتشر شده است. مانند سحرتبر کم نیستند. سحرتبر هنوز ازدواج نکرده و مجرد است، ولی یک بار شکست عشقی بدی خورده است. سحرتبر مشهور به سحرتبر متولد 3 اسفند 1376 در تهران می باشد. سحرتبر چهره متفاوت و وحشتناک وی در مدت کوتاهی طرفداران زیادی را دور هم جمع کرده است. بعد از ماجرای دنیا جهانبخت، مدت‌ها بود سوژه‌ای برای فعالین همیشه در صحنه فضای مجازی دست و پا نشده بود، ولی اینک همه نگاه‌ها به سوی این دختر است.
سحرتبر مدتی است به نام سحرتبر و درست کردن قیافه های عجیب و وحشتناک از خود در بین کاربران فضای مجازی نام و شهرتی برای خود دست و پا کرده است. عجیب این است که شاید واقعا این چهره و عکس های اشتراک گذاری شده توسط سحرتبر جذابیت خاصی نداشته باشند، اما به طرز عجیبی برخی علاقمند به حضور، پیروی، تقلید و یا غیره در فضای مجازی هستند. بر همین اساس در پی اشتراک گذاری عکس های چهره متفاوت و وحشتناک سحرتبر، او توانسته است در مدت کوتاهی طرفداران به معنی فالوور، یعنی افرادی که الزاماً موفق یا علاقمند شخص نبوده و با انگیزه های مختلفی علاقمند به مطلع شدن از اتفاق صفحه این استگرام شخص هستند. افرادی زیادی را برای صفحه این استگرام خود جمع کرده و بعد از ماجرای دنیا جهانبخت سوژه جدیدی برای فعالیت همیشه در صحنه فضای مجازی می باشد. شایعات مختلفی برای این چهره سحرتبر ساخته شده است. ادهی بر این بارون عمل زیبایی وی جواب نداده و باعث تغییر قیافه اش شده. ادهی نیز میگویند سحرتبر به دلیل شکست عشقی که خورده میخواهد خودش را شبیه عروس مرده در بیاورد و دیگرانی هستند که معتقدند وی به دلیل بیماری که فکر میکند چاق هست به شدت خودش را لاغر کرده است. هرچند که فعالیت‌های سحرتبر از دید رسانه‌های خارجی نیز پنهان نمانده و با نام عروس مردگان و توضیحاتی همچون دختر 19 ساله ایرانی که عاشق آنجلا جولی بود سعی داشت خود را با جراحی‌های مختلف شبیه آنجلا جولی کند، اما به دلیل نرسیدن هدف خود را عروس مردگان نامیده و با قیافه شبیه زامبی ها در اینستاگرام فعالیت می کند. البته نکته بسیار مهم در خصوص فعالیت های سحرتبر استفاده از لنز های خاص در چشم و تلاش برای جلوه های ویژه با ابزارهای مختلف و گیریم چهره است. از طرفی توجه به پیشرفت نرم افزارهای مانند فتوشاپ و غیره را نباید نادیده گرفت، چرا که با ابزارهای این چنینی امکان ویرایش‌های فوق‌العاده حرفه‌ای را به متخصصان خود می‌دهد. به عنوان مثال شما می‌توانید 80 کیلوگرم باشید و عکس خود را با ویرایش به یک شخص 60 کیلوگرمی یا هر وزن دیگری در بیاورید. می‌توانید پوست پر از جوش را صاف جلوه داده و انواع و اقسام تغییرات دلخواه را ایجاد کرده و در اصل شخصیتی غیر واقعی و مجازی را معرفی کنید. در واقع در تعداد زیادی از فیلم‌های سینمایی و حتی سریال‌ها نیز افراد به واسطه ابزارهای ویرایش فیلم، گریم‌های فوق‌العاده، نقش‌های مشابه زامبی‌ها و غیره را بازی می‌کنند که به حقه‌های سینمایی مشهور است. در خصوص عکس‌های منتشر شده توسط سحرتبر هم شایعات مختلفی وجود دارد. عده‌ای بر این باور هستند که سحرتبر عمل زیبایی روی صورت خود انجام داده و به دلیل جواب عکس دادن و به هم ریختن چهره اش شروع به آن گونه استفاده و تبلیغ شده است و عده دیگر میگویند سحرتبر شکست عشقی بعدی خورده و به همین علت میخواهد خودش را شبیه عروس مردگان در بیاورد و برخی دیگر معتقد هستند که سحرتبر دچار بیماری است. البته چیزی که مشخص است چهره واقعی سحرتبر است که تا یک سال پیش در شبکه‌های اجتماعی انتشار داشته و در نتیجه هر آنچه اتفاق افتاده مربوط به چند ماه گذشته است و به نظر می‌رسد سحرتبر با کمی لاغر شدن و استفاده از گریم و فتوشاپ سعی در متفاوت نشان دادن خود دارد. در تمام عکس‌های سحرتبر فتوشاپ نقش اصلی را داشته و خیلی هم حرفه‌ای عمل نکرده است. جزئیاتی فراوانی که کج و کوله شدن پاها و خمیدگی دیوار در عکس‌ها و غیره نشان دهنده اشتباهات غیر حرفه‌ای اوست که البته تشخیص آن برای افرادی که آشنایی با ظرافت‌های کار با نرم افزارهای ویرایش فیلم و عکس ندارند شاید کمی سخت باشد و در نگاه اول چهره عجیب سحرتبر برایشان جلب توجه کند. به هر حال باید بگوییم سحرتبر موفق شده است تا به آنچه می‌خواهد برسد. با کمی فکر و تلاش در مدت کوتاهی هزاران نفر را دنبال روی خود کرده و به هدفی که می‌خواسته رسیده است و به زودی شک نکنید با روند مشهور شدنش شاهد تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی وی خواهیم بود.
سحرتبر در مدت کوتاهی فالوورهای شبکه اجتماعیش را نزدیک 200,000 نفر رسانده. به شدت در این اواخر شاکی بود که پشت سرش حرف زیاد است، ولی حالا از این سر زبان ها افتادن خوشحال است و دوست ندارد پیگیر شایعات پشت سرش باشد. البته علاقه سحرتبر به شهرت و استفاده از آن در راستای درآمدزایی از خیلی قبل‌تر شروع شده بود و وی بیشتر با انتشار دابسمش از موزیک‌های مورد علاقه‌اش در شبکه یوتیوب طرفدار پیدا کرده بود. باید بگیم سحرتبر موفق شده است به آنچه می‌خواهد برسد. با کمی فکر و تلاش در مدت کوتاهی هزاران نفر را دنبال روی خود کرده و به هدفی که می‌خواسته رسیده است و به زودی شک نکنید با روند مشهور شدنش شاهد تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی وی خواهیم بود.